بسم الله الرحمن الرحیم از سلام میریم ریاضی نهم فصل سوم اثبات و استدلال در هندسه خیلی بخش پیچیده ای هست فصل پیچیده ای هست ولی باید دقت کنیم تمام نکات یادداشت بشود تا بتوانی کاملا مسلط بشی یعنی همگام با من جلو بری تا بتونی یاد بگیری گفته از یک نقطه اول بریم با اصول اغلیدوسی اغلیدوس یک ریاضیدان و هندسدان یونان باستان بود که در باره نقطه و خط هست یعنی قشنگ هندسه را یاد بگیریم اینجا مفاهیمش بدونیم پایه هندسه در ریاضیات برامون خوب برداشته بشه گفته از یک نقطه بی نهایت خط راست میگذرد فرض کن این یک نقطه باشد تو میتونی بی نهایت از این خط راست عبور بدی یکی دوتا نه بی نهایت. یعنی منظورش بینهایت یعنی این تا نمیدونم چند از بی نهایت وقتی که میگه بعدش چی میگه؟ میگه بر دو نقطه متمایز فقط یک خط راست میگذرد فرض کن این نقطه ای آ این نقطه بی این آ و بی باشن فقط یک خط راست از اینا متمایزن از اینها میگذرد یا مثلا حتی این حواست باشه نگه اینجوری بر روی خط راست باشد حالا میتونیم بگی بی اینجاست آ اینجاست دوباره فرقی نمیکنه فقط یه خط راست از دو نقطه میگذره درسته دو نقطه متمایز که ما در دستگاه مختصات بر روی صفحه میفهمیم که این دو نقطه با همدیگه طول و عرضهای متفاوت دارن بر روی صفحه حواسمون باید باشه که از قبل اینا را یاد گرفتیم بر دو نقطه متمایز یعنی مثل هم نباشن از نظر طول و عرض فرق دارن ما میدونیم فقط یه خط راست می میکنن نقطه بعدی هندسه اقلیدوسی میگه از یک نقطه و شعاع معین فقط یک دایره میتوان رسم کرد من این یه نقطه باشد شعاع معین اینه من اگر بکشم در اینجا درست فقط یه دایره میتونم حالا من با دست دارم میکشم یه دایره بیشتر نمیتونم این شعار این اندازه بکشم فقط یه دایره میتونم با شعار معین چون دایره یک شکل هندسی هست که ببین دایره را ما میگیم یه شکل هندسیه قشن یاد بگیرینه خب این اگر مرکز دایره باشد این خط دیگه خط منحنی دایره تمام نقاط روی این خط استدادی و محکم میخوایم این پس را یاد بگیریم خیلی خیلی خوب بفهمیم تمام نقاط روی دایره فاصله یکسانی از مرکز دایره دارن درسته این فاصله ها یکسان اگر با پرگار بکشیم ما درستتر میشه من اینجا دستم دارم میکشم ولی تو میدونی دارم چی میگم و چیکار کار میکنم درسته یعنی از این نقاط با شعاع معین یه خط عبور کرده یه دایره تشکیل شده است اینم حرف سوم جناب اصول اقلیدوسی هندسه که با این شروع کردیم حالا نقطه چهارم اصول هندسه اقلیدوسی به ما چی میگه میگه از هر نقطه خارجی خط فقط یک خط موازی آن توان رسم کرد یعنی اگر این یک خط باشد من اسم بذارم خط دی این نقطه را هم بذارم نقطه آ دو خط موازی حالا انشالله سالهای آینده یاد میگیری به چه صورتیه این فقط یه دونه خط از این نقطه موازی این دو خط موازی این اسمشه بذارم دی یک اینه بذارم دی دو در ریاضیات به این صورت نشون میدیم میگیم دی یک با دی دو موازی هست این بیانگره اینه این را به این سا... میگه فقط این خط دی از نقطه خط دی دو یه دونه خط موازی پسخواهی <applause> میکنم بیشتر نمیتوان رسمش کرد اما اصل پنجم اغلی دوستی چی میگه؟ میگه از یک نقطه خارج یک خط فقط میتوان یک خط بر آن عمود کرد حالا من اینه پاکش میکنم یعنی اینکه حالا من بخوام از نقطه آ عمود میدونی که فقط یه خط میتونم بر این عمود کنم وقتی که خط دیدو اسمش اسمشو بذارم بر دی یک عمود باشد میتونم بگم دی یک عمود است بر دیدو یا میتونم بگم دیدو امود عمود است بر دیگه هیچ فرقی نمی کنه وقتی که عمود میشه زاویه دو تا زاویه 90 درجه میسازد تو از الان اصولش بلد باش که ما به خط اینجوری نشون میدیم میگیم نیم صفحه و تو میدونی که نیم صفحه 180 درجه است یعنی یه خط عمود بر خط نیم صفحه ما را به دو زاویه 90 درجه تقسیم میکند این فصل بسیار گسترده است بریم برگردیم بحث را همینجوری من بنویسم ادامه بدیم شما هم یادداشت کن خیلی خوب مسلط بشی چون ریاضیات با کسی شوخی ندارد باید خوب بفهمی حفظ کردنی اصلا نیست بریم بیای ما در این فصل واجه های بسیار بسیار زیادی داریم که باید باشون آشنا بشیم تو مسائل باشون برخورد کنیم اول یه تعریف از پنج تا واژه واژه یا کلمه بگیم استدلال اثبات مثال نقض حالا من ببینم استدلال یعنی دلیل آوردن یعنی دلیل آوردن باید ریاضی وقت بذاری و دلیل بیاریم و استفاده کردن از چی؟ از دانسته های قبلی درسته ما یه سری میخوایم یه چیزی رو یاد بگیم برای یه سری اطلاعات قبلی داریم دیگه ما مثلا اگر نهمی مدان از هشتم هفتم ریاضی های قبل خیلی اطلاعات داریم از دانسته های قبلی برای بیان موضوعی که در ابتدا مشخص نبوده ما از اون کمک کردیم کمک گرفتیم مشخص نبوده حالا خیلی در این فصل ما مثال های گوناگون با اونها برخورد خواهیم کرد مشخص نبوده است اما اثبات چیه؟ خب میگیم به استدلالی که حالا استدلالی که درسته موضوع مورد نظر را موضوع مورد نظر را به درستی به نتیجه برساند به درستی به نتیجه برساند بهش میگن چی؟ اثبات میگوییم یعنی اینا رو دقیق یاد بگیریم مثال نقض چیه؟ خب یه موقع یکی ادعا میکنه ما نقضش یعنی عکسش میگیم یه مثال میادیم میگیم این کار نشدنیه مثال نقض میگیم برای رد کردن یک ادعا در ریاضیات یه مثالی میاریم که برعکس اون حرف میشه درسته؟ از مثال نقض استفاده میکنیم الان از مثال نقض چند تا خواهم گفت که خیلی خیلی خوب یاد بگیریم ببین بعد حالا موضوع بعدی که باید بلد باشیم یه مسئله به ما میدن مسئله دو قسمت داره درسته؟ داده و خواسته در از داده های مسئله همان فرض مسئله هستند داده های مسئله خواسته مسئله چی هست؟ همون حکم مسئله هست یعنی برای مسئله میگیم چی؟ خب میگیم اطلاعاتی از مسئله که برای ما درستی آن مشخص است برای ما درستی آن چی هست مشخص است درستی آنها بگیم درستی آنها برای ما مشخص است خب حکم مسئله یعنی خواسته مسئله درسته یا چیزی که مسئله میخواهد ما جواب بدهیم بریم برگردیم ادامه بدیم با بنویسم آماده کنم که راحت باشه زیاد فرق وقت نگیره خیلی خیلی خوب چند تا بدونیم فرض حکم چیه مثال نقصیه با چند تا مثال ساده بیان کنیم بریم بیایم خب در قسمت قبل گفتم که میخوایم ببینیم مثال نقص چیه ما ادامه میدیم قبل از اینکه من حلش کنم باید اینجا فیلم نگهداری یه مثال بزنی که دو عدد گنگ را درسته در هم ضرب کردی ولی یک عدد گویا بهت داده درست عدد گنگ نداده ما میدونیم اعداد حقیقی دو در کلا میشدن یا گویا یا گنگ یاد گرفتیم فصل قبل آر مساویس با کیو به علاوه کیو پریم یعنی مجموع اعداد حقیقی مجموع اعداد گویا و گنگ با هم بودن حالا حاصل ضرب دو عدد گونگ عدد گنگ میدونی که از زیر رادیکال درست حسابی بیرون نمیاد درسته مثلا شما رادیکال چهار را یادآوری میکنم از قبل نمیگی گنگه چون میشه دو ولی میدونی که رادیکال سه گنگه میشه یکو خورده دیگه خدمت ترس کنم که مثلا رادیکال نه نمیگی گنگه میگی چی؟ میگی این چی هست؟ این گنگ نیست عدد گویاست چون رادیکال نه میشه سه یعنی چه عددی بوده ضربه در خودش شده شده نه یا ریشه دوم نه سه حالا نگاه کن یه مثال نغز میاریم میگیم دو عدد گنگ من الان میگم رادیکال دوازده نه عددی ما پیدا نمی کنیم که در خودش ضرب بشه بشه دوازده نداریم بس الان این عدد چی هست اگر رنگ را عوض کنم دقت کن این عدد و این عدد با همدیگه چی هستن دو عدد گنگ هستند در اینجا من با مثال نقض میخوام ثابت کنم که این حرف غلط است یا درست هست درسته ما میایم میگیم که رادیکال سه ضرب در رادیکال دوازده ما از ریاضی هشتم یاد گرفتیم میدونیم که رادیکال آ ضرب در رادیکال بی میتونم ببرم زیری رادیکال فقط در ضرب ها شما برای جمع ببین همه چیز اشاره میکنم ریاضی را همه بوده یاد ب... همه بودی یاد بگیری اینا را نمیتونی جمع و تفریق را ببری زیر رادیکال ضرب میتونی بگی آ ضرب در بی فقط چی را میتونی این کار را انجام بدی برای ضرب حالا من میتونم بنویسم رادیکال سه ضرب در رادیکال دوازده یعنی رادیکال سه ضرب در دوازده چقدر قشنگ شد یعنی شد رادیکال سی و 6 میدونم یعنی این شیشه پس این حرف چیه با مثال نخ ثابت کردم که این حرف درست نیست به این میگن مثال نقض من یعنی دو تا عدد گنگ در هم آیا همواره ممکنه هم باشد ولی همواره یعنی همیشه حالا یه مثال دیگه ما اینجا بنا نیست که همینجوری سریع از مسائل عبور کنیم اینا رو خوب یاد گرفتیم مثلا من بیام بگم چی میدونم رادیکال سه گونگه رادیکال پنج هم گونگه حالا رادیکال سه ضربه در رادیکال پنج یعنی میشود رادیکال سه ضرب در پنج رادیکال 15 هم گونگه این همواره وقتی که میگه اینجا یعنی باید همیشه درست باشه که همیشه درست نیست چون وقتی که رادیکال سه را ضرب در رادیکال دوازده کردم شد رادیکال 36 شد 6 عدد گویا به دست اومد عدد گونگ نیستش پس امیدوارم که خوب بفهمی دارم چی میگم دارم چی کار میکنم ریاضیات را میخوایم در چه سطحی خیلی خیلی خوب یاد بگیریم ریاضی یاد گرفتنیه باید نوشته بشه حرفای من که میگم حتی اینا رو نکات یادداشت کنی تا خوب یاد بگیری درس را کوتاه بگیری نمیشه حالا گفته در هر مسئله فرض و حکم مشخص کن یادت باشه ما میگیم میگی زاویه های روبرو در لوزی برابرند در خیلی از این دقت کن خیلی از مسائل هندسه ما مجبوریم من اینه بذارن قلم عوض کنم این داره هی ای رژه میره بازی میکنه اینجا بذار عوضش کنم خوب این قلم اینجوری میشه اینجوری میشه در خیلی از مسائل هندسه ما برای حل حتما شکل بکشیم چون راحت تر حلش میکنیم راحت مسئله را میفهمیم راحت تر حل میکنیم این فصل واقعا میدونم یه فصل نفسگیره باید زیاد روش کار کنم تا برات مفید واقع بشه خب حالا دقت کن حالا دقت کن این دارم چی میگم ما اگر دقت کنیم میگی زاویه های روبرو در لوزی برابرن در اینجا یه فرض دارد مسئله ما اینه مسئله اثباتی هست مثلا حالا فعلا ثابت نمی کنیم یه حکم دارد فرض مسئله چی هست از خواس لوزیه درسته؟ از خواص لوزی اینه حکم مسئله چیه برابر بودن زاویه های روبرو فرض مسئله این از خواص لوزی میگه حالا اینه نگاه کن اینجا دیگه مجبورم شکل بکشم چون برای اینکه بفهمم گفتم که از واجبات هست که در هندسه حتما شکل بکشیم درسته اگر در یک مثلث دو زاویه نامساوی باشند زل مقابل به زاویه بزرگتر از زل مقابل به زاویه کوچکتر درسته بزرگتر است من یه مثلث میکشم اینجا دقت کن این اسمش میذارم مثلث آ بی سی مثلا حالا نگو چه نوع مثلثی کاری ندارم من میگم زاویه آ اینو میذارم بی نمیذارم سی فرض مسئله چی میگه؟ فرض مسئله میگه که در یک مثلث، درسته؟ اینجا یعنی در مسلسه اینجوری مینویسیم مثلث را معمولا اینجوری یه علامت مسلس بالاش میکشن فرض مسئله رو دارم میگم بذارم هم پایینش بنویسم فرض مسئله میگم مثلث آ بی سی. درسته دو زاویه نامساوی باشن یعنی چی الان تو میفهمی یعنی زاویه اینجوری بگم زاویه آ بزرگتر از زاویه بی هست من باید چه چیزی را ثابت کنم زل مقابل به زاویه بزرگتر زل مقابل به آ بی سیه درسته و زل مقابل به بی آسیه یعنی باید بگم که یعنی حکم مسئله یعنی آن چیزی که میخواد ثابت کنی اینه در اینجا یعنی بگم بی سی بزرگتر از آسی هست قشنگ دقتتون خیلی خیلی خوب یاد بگیری و بدونی خیلی عالی ما این را بفهمیم برمیگردیم یه مسئله حل میکنیم تا خیلی خوب یاد بگیریم بریم برگردیم خب بحث را با دو مثال اثباتی خیلی قشنگ ادامه میدیم و ببین چقدر راحت روان برات این وصله میگم خیلی خوب باید یاد بگیری اصلا نباید بترسی باید بدونی که دو خط در هندسه وقتی که همدیگر را قطع میکنن از قطع شدن دو خط با همدیگه چهار تا زاویه ایجاد می شود چهار تا زاویه ایجاد می شود دو تا خط همدیگر را قطع کنن یعنی صفحه را به چهار قسمت تقسیم میکنن حالا این قسمت ها دو به دو با هم برابرن یعنی اینکه الان این زاویه یک بذارم اینه بذارم زاویه دو اینه بذارم سه اینم بذارم چهار حالا زاویه های دو و چهار اینجا را شما میدونی در هر زاویه ما به این میگیم رأس درسته؟ یعنی دو و چهار و یک و سه با هم چیان ببین دارم همه چیزی میگم اگر از قبلم یادت رفته دیگه خوب یاد بگیری یا زاویه های حالا من اثبات مسئله کاری ندارم میخوام پیش دانستهات به ذهنت بیارم زاویه های یک و سه و زاویه های دو و چهار چیان متقابل به رأسند. از من میخواد چیکار کنم چه کار کنم؟ ثابت کنم که زاویه های متقابل دست برابرن خب من میام یکو یه حکم اینجا تعریف میکنم درسته یه فرض تعریف میکنم بعد حکمه فرض مسئله را چی میذارم؟ فرض مسئله حکم مسئله خب فرض مسئله را میذارم که زاویه اسم اینه میذارم او مثلا حالا این رأسه میذارم او به میگن او یک او دو او سه اینه مال خط کشیدم رو چهار یعنی او چهاره فرض مسئله من اینه که زاویه او یک و زاویه او سه چی متقابل به رأسند حواست باشه دقیق گوش بده زاویه او یک و او سه متقابل به رأسند برابرن بعد حکم ای این فرض بودا من نوشتم حکم و میکنم اصخایی میکنم پایین نوشتم. این فرضه حکم مسئله چه میخواد از من حکم میگه ثابت کنم که زاویه او یک با زاویه او سه برابرن. ما اینه میخوایم ثابت کنیم خیلی خیلی ساده هست من میدونم که این یک خط این ورش 180 درجه است این ورش هم ببینید این چند درجه است 180 درجه درسته؟ قبول داری اینم 180 درجه است یه خط یه ور 180 درجه یه طرفش 180 درجه بهش میگن صفحه 360 درجه درسته من میخوام الان ثابت کنم دیگه کاری نداره که خب بزن اینا رو پاکش کنم دوباره بگم بیاد از اول قشنگ گوش بدی یاد بگیری و بدونی که به چه صورتی مسلط بشی من میدونم که خب زاویه او یک بلاویه زاویه او دو چند درجه هست 180 درجه من میدونم دیگه این نیم صفحه هست دیگه حالا خط بنا نیست که اینی بگی 180 خط اینجوری اینم 180 خط اینجوری هم اینم 180 خط اینجوری هم اینم 180. این این 180 حواسمون باشه یه طرف خط چند درجه هست 180 درجه پس من میدونم او 1 و او 2 میشن یه طرف این خط ببین قشای نگاه کن میشه 180 درجه از طرف دیگه میدونم او دو و او سه هم اینا هم چی هستن چرا اینجوری کردم من بذارم بینم لغو عمل بزنم برگرده بعده من میدونم او دو و زاویه او دو به علاوه زاویه او سه هم چند درجه است؟ صد و هشتاد درجه است. درسته؟ زاویه او دو به او سه برابر با صد یعنی الان میتونم بگم که زاویه او یک به علاوه زاویه اودو مساوی است با زاویه اودو به علاوه زاویه اوسه یه معادله میشه یه معادله میشه در ریاضی بلدی برای حل معادله اونایی که مثل همان در دو طرف چی میشن حذف میشن علامتشون هم یکی اینم مثبت و این با این میره نتیجه چی میمونه اینجا یعنی نتیجه میگیری که زاویه او یک با زاویه او سه برابر است خیلی خیلی ساده حالا بریم یکی دیگه حل کنیم میگه ثابت کنید زاویه خارجی مثلث برابر مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور آن است خب فرض ما چیه؟ باید چک بکشم دیگه چون گفتم اسم مثلث اومده یه مثلث میکشیم آهان درسته خب یه مسلس زیبا اینجا کشیدیم خب اینه میذاریم آ اینه میذاریم باز بی اینه میذاریم سی تو یه چیزی را بلدی دیگه از هشتم مجموعه اینه میذارم یک اینه میذارم دو تو میدونی دیگه دوباره الان با توجه مسئله قبلی این نصف صفحه است یعنی الان بلدی اینجا فرض مسئله چیه؟ فرض اینه که آدو بگیم زاویه آدو زاویه خارجیه یعنی فرض اول آورده میشه دیگه دو زاویه داخلی حکمش چیه؟ یعنی بگم که آدو برابر است با زاویه بی و علاوه زاویه سی اینم حکم مسئله است با توجه به شکل دیگه این زاویه خارجی برابر دو زاویه غیر مجاور این که مجاورش آیک B و سی بی و سی چی هستن غیر مجاورش هستن دو زاویه داخلی خب این الان فهمیدی قشنگ دقت کن من دارم چی میگم هم فرض فهمیدی هم حکم بس در خواندن مسئله معمولا فرض اول آورده میشه حکم خب خواسته مسئله است آخرش آورده میشه من میدونم که زاویه آ یک به علاوه زاویه آ الان تو قبلی گفتم که یه نیم صفه است میشه چند درجه 180 درجه این علامت درجه است میذارم دیگه از طرف دیگه میدونیم مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است یعنی زاویه a به علاوه زاویه B به علاوه زاویه C هم مساوی با 180 درجه است درسته؟ خب اینا با هم برابرن از این تصاوی وقتی که سمت راست معادله برابره سمت چپان برابرن یعنی می توانی بگی زاویه A1 به علاوه زاویه A2 مساوی با زاویه A1 به علاوه زاویه B به علاوه زاویه C الان چی گفتم؟ در دو طرف تصاوی اونهایی که مثل همان علامت یکسان دارن هز میشن A1 با A1 میره نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که زاویه A2 زاویه خارجی ماست بیرون مثلث آدو این آدوی دیگه برابر است با دو زاوی غیر مجاور یعنی زاویه بی به علاوه زاویه سی اینم از این بحث باید به دقت نوشته بشه گوش داده بشه تا خوب مسلط بشی را ادامه میدیم با بحث همنهشتی مثلث ها باید حواست باشه که دو مثلث اگر بخواهند هم نهشت باشند به سه حالت می توانند به سه حالت می توانند هم نهشت باشند که مفصل و قوی باید این بحث یاد بگیری و بدونی ما میگیم الف میگیم ب و میگیم چی پ این سه تا حالت را باید حتما بلد باشیم در حالت الف دو زل مسلس دو مسلس مساوی میگن دو زل مساوی و زاویه بین آن دو زل هم مساوی هست و زاویه بین مساوی درسته؟ که اصطلاحا بهش میگن زاد ز زاد یعنی دو زل و زاویه بین دو مسلس با هم همنهشت شدن یه حالت دیگر چی هست دو زاویه مساوی دارن دو مسلس و زل بین دو زاویه هم مساویس و زل بین این را باید بگیم چی ز زاد ز حواست باشد ز زاد ز خب بعد چی می شود پ سه زل مسلس با هم مساوی سه زل مساوی هست قشنگ اینا رو باید یادداشت کنی تا خوب مسلط بشی چه ایرادی داره ما وقتی که فیلم رو گوش میدیم همه را دونه به دونه یاد داشت کنیم زاد 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 می شود درسته این سه حالت را باید کاملا بدونی و مسلط باشی و خیلی خیلی خوب یاد بگیری حالا ما میخوایم همنهشتی در دو مثلث قائم و زاویه را بفهمیم من تنظیمات صفحه را عوض میکنم خط بیارم خب تا بهتر بنویسم تو هم بهتر یاد بگیری یعنی میخوایم همنهشتی دو مثلث قائم و زاویه قائم را بررسی کنیم تو میدونی مثلث قائم و زاویه یعنی یک زاویه راست یا قائمه یا اصطلاحا 90 درجه دارد مثلا نگاه کن این مثلث را همیشه به این سادگی نیست این الان یک مثلث قائم و زاویه هست چون این زاویه 90 درجه هست و میدونی جمع این دوتا زاویه دیگه هم چند درجه هست 90 درجه چون مجموع زوایای داخلی در داخل مسلس بهش میگن 180 درجه است قشنگ تو ذهنت باشد اسم اینه بذارم ABC با مسلس قائم و حال حالا این شکلی به کله بکشمش یه موقع اینجوری هم میکشن حواست باشه همیشه نمیان به حالتی باشه که اینه میذاری آپریم پریم حالا میشود سپریم میچرخه وارونه هست میتوانند دو تا مسلس قائم و زاویه با هم هم نهشت باشن ببین این زاویه را میگن زاویه قائمه یادت باشه به اینم میگن قائمه دونه دونه آروم درس میدم تا هیچ مشکلی با اینها نداشته باشی چون اول فیلم هم گفتم که شروعش این زاویه ها را میگن زاویه تند تو میدونی زاویه تند زاویه ای است که زاویه ای است که از 90 درجه کمتر است درسته چون مجموع این دو تا زاویه با هم میشه 90 درجه درسته یعنی به غیر از زاویه قائمه دو تا زاویه 90 درجه هستند دو تا مثلث قائم و زاویه می توانند الف ب بگویم یعنی در دو حالت می توانن با همدیگر هم نهشت باشند یکی از اینها وتر و یک زاویه تند درسته یعنی این الان وتره میدونی وتر کدوم حواست باشه اینا را دونه دونه حلاجی میکنم کنم یاد خوب یاد بگیری در مثلث قائم و زاویه زل روبرو به زاویه 90 درجه را وتر میگویند زل روبرو به زاویه 90 درجه را وتر میگویند دونه دونه یاد داشت دونه دونه یاد بگیرید اینجا رو میگیم وزه یعنی وتر و یک زاویه تند و میتواند وتر و یک زل درسته خب ما یعنی وترها با هم برابر باشن یا یک زاویی تند برابر پیدا کنیم یا یک زل مساوی پیدا کنیم اینجا رو میگیم چی واو زاد حواست باش خوب اینا را یاد بگیر بریم برگردیم تمرین حل کنیم این فصل قدر قدرت ریاضی نهم را خیلی خیلی عالی مسلط بشی یاد بگیری باید تلاش کنی تا خوب بفهمی بریم بیای چون این فصل اساس یادگیری مهمی برای هندسه هست که در دوران دبیرستان هم دچار مشکل نشی و خیلی خیلی خوب اینها را فهمیده باشی ادامه میدیم بحث را میگی دو مثلث زیر هم نهشت هستن مقادیر مجهول را بیابید ببین یه موقعی هست حواست باشه این مثلث وقتی که به چرخد ببین این حالت با این در نظر بگیر یه ذره وقتی که الان این یکیش بزرگ میکشی یکیش کوچیک که این ایگرگت میفته به بالا این اینجوری میچرخه درسته عین این, این میشه درسته بس حواست باشه یه ذره قشنگ بتونی بفهمی من در اصل اینه چرخوندم یکی مشکل هم نهشتی یا همینه که ما بتونیم اون زلهای نظیر زاویه های نظیر را تشخیص بدیم ولی کار سختی نخواهد بود یعنی الان ایگرگ افتاد بالا اگر این را به چرخونم چون گفته هم نهشت هستن خب زاویه ها و زیل های متناظر با هم چی هستن در هم نهشت ها زاویه ها و زیل های متناظر چی هستند برابرند یادت باشه زاویه ها و زیل های متناظر در دو مثلث همنهشت با هم برابر هستند خب برای اینکه این را خیلی خیلی خوب بفهمیم و بدونیم من میتونم خیلی خیلی ساده بس میفهمم وقتی که این شست و پنجه اینم هشتاد و پنجه و میدونیم مجموع زوایای داخل مثلث مسلس هر مثلثی صد و هشتاد درجه هست بس راحت میتونی بگی ایکس اگر میخوام به دست بیارم یعنی این که ببین ایکس اینجوری بنویسم خوب یاد بگیر حالا من خواستم یه تیکه میانبرش کنم x به علاوه 65 به علاوه 85 باید 180 درجه باشد این دوتا میرن اونور جمع بشن میشه 150 میره اونور میشه منفی میشه میشه 180 منهای 150 میشود 30 درجه مقدار x به دست میاد ایگره هم که به حالت این چرخید راحت میفهمی که ایگره هم 14 دست وقتی که سوال میگه دو مثلث هم نهشت هستن یعنی <applause> <wounds> زاویه ها و زل های متناظر برابرن حالا دقت کن اینجا کلی نکته باید بگیم هرچند همه را مفصل خواهم گفت گفته در شکل زیر دو مثلث ABC و BMC یعنی این مثلث و این مثلث متساوی ساقین هستند تو میدونی یک مثلث متساوی ساقین مثل این به اینها میگن چی ساق ساقهاشون برابرن یعنی این با این برابره رنگ را عوض میکنم تا مسلط بشی خوب یاد بگیری آموزش شد این هم با این برابره یعنی اینکه فرض مسئله من اینجا چی هست فرض مسئله ببین داده های سواله فرض مسئله قشنگ داریم یاد میگیریم یعنی اینکه در مثلث آبیسی آبی, آبی مساوی با آسیه چون داره میگه متساویل ساقین هست و همچنین میدونی که اگر زرنگ باشی خیلی خیلی ساده میفهمی که در این مثلث ام هم BM مساوی با ام سی هست چون خودش گفته بود چی هست متساوی ساقین هست باشه باش متساوی الساقین من چیکار کار کنم بپرم بالا, با... بالا پایین نه این حالا یعنی اینکه که میخوایم بودن نهش ام سی علامت هم نهشتی میدونی اینجوریه بگم چرا دو مثلث آ یعنی این مثلث هم نهشت است با مثلث آ بی یعنی این هم مسئله هست حکم مسئله هست خب وقتی که اگر تو دقت کنی با توجه این که دوتا مثلث متساوی ساقینم بس این زل با این زل برابر هست و همچنین این زل هم با این زل یعنی میگی آبی مساوی است با آسی دیگه چی میتونی بگی؟ ام سی هم مساوی است با ام بی آفرین آیم هم حواست باشه مشترک بین دوتاشون هست میگی آم مساویه با آمه خود زلعه هست میگی زلعه چی هست مشترک هست از این نتیجه میگیری با خاصیت ستا زل مسلس آم سی درسته چی هست هم است با مسلس آم بی به همین راحتی و پایینش می نویسی زاد 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 یعنی با خاصیت مساوی بودن سه زل با همدیگر هم نهشت هستن بریم برگردیم دوباره تمرین حل کنیم حالا این شکل بسیار مهم را با همدیگه حل میکنیم حواست باشه من اینجا یک و دو هم اضافه کنم اینا رو دیگه حالا بعدش دارم اضافه میکنم در شکل این بارها با این شکل باورت میشه طراحهای کنکور در نهم گفته میشه حالا بازی در آوردن روش سوال کنکور سراسری هم دادن چقدر جالبه یعنی الان تو نهم هستی هنوز سه سال چهار سال با امسال حساب کنیم چهار سال با کنکور فاصله داری ولی سوال دادن خیلی خوب این شکل خوب یاد بگیریم ما فرضهای مسئله را میاریم میگه در شکل مقابل پاره خطهای عادی این عادیه و ایسی هم یکدیگر نصف کردن خسته نباشن چقدر جالب میشه این علامت ها را هم که میبینی نشانه قائمه بودن است پس این زاویه هم با این زاویه برابره همدیگه را نصف کردن یعنی این زل میشه وتر وتر این که دیبی باشد با وتر این که آبی باشد برابره الان توضیح دادم یاد گرفتی زل مقابل به زاویه قائمه را چی میگن وتر این داره هی تکرار کن دیگه اشتباهی رخ ندهد فرزهای مسئله را میچینم کنار هم اگر دقت کنم الان میفهمم آبی با توجه به گفته سوال دیگه یکدیگر را مساوی با بیدی هست درسته؟ و ای بی هم با بی سی برابر خودش گفت یک دیگر نصف کردن ای بی هم برابر است با بی سی الان نگاه کن خودش این جز داده هاست این زل متناظرم با این زل متناظر برابره یعنی آ آی مساوی است با دی سی درسته؟ چقدر جالب شد الان به حالت اینجا میتونی بگی به حالت چی به حالت زاد 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 سزل اینا چی هستند هم نهشت هستند با توجه به اینها میخوایم همین بگیم حالت دیگه یعنی حکم مسئلت به دست میاد یعنی به راحتی میگیم مثلث ا ای هم نهشت است با مسلس حالا بگیم B بی... دی بی سی اینجوری بگیم قشنگی تره حالا فرقی نمیکنه کنه چون رو از اون گوشه اومدم آیا میشه حالت های دیگری هم گفت ما میدونیم وقتی که توضیح دادم از اول فیلم را اومدی توضیح دادم یاد گرفتی وقتی در دو خط هم دیگر را قطع میکنن چهار زاویه ایجاد می شود حالا میخواد اینجوری قطع کنند میخوان اینجوری قطع کنند درست هیچ فرقی نمیکنه که زاویه های روبرو را میگیم متقابل برس و ثابت کردیم با هم برابرند الان خط ایسی خط عادی را قطع کرده یعنی الان تو میتونی بگی در این دوتا مثلث زاویه بی یک ببینید همه توضیح میدم برای اینکه خوب بفهمی ها بازی نداره از نهم خوب بری بالا مشکل نمیخوری مساوی است با زاویه بی دو چرا؟ میگی چون متقابل برستن ما حالتهای دیگر هم بررسی میکنیم متقابل برست هستند حتما اینم اگر بذاری بی سی کاری نداریم داخل اینم با این زاویه برابره یعنی این هم با این زاویه ببین اینجوری میکشم فقط یاد بگیری اسمشی بذاری سه بی سه با بی چهار برابره ولی من هم نهشتی دوتا مسلس را دارم مورد بحث و بررسی قرار میدم زاویه بی یک با زاویه بی دو برابره از طرفی دیگر به علامت قائمه ها هم نگاه کنم زاویه سی هم مساوی با زاویه ای هست ما در بررسی حالتهای همنهشتی دو تا سی گفتیم خب گفتیم به سه حالت دو تا مثلث می توانند هم نهشت باشن درسته بعد از طرف دیگر وقتی که این دو تا زاویه برابرن یعنی زل بینشون هم با هم چی هست برابر هست بعد از طرفی دیگه وقتی که این با این برابر اینم با این برابر حتما آ هم با دی برابر دیگه درسته چون فرقی نمی چه در این مثلث و چه در این مثلث گفتیم هر مثلثی مجموع زوایای داخلی برابر با 180 درجه هست و همچنین تازه میتونستی بگی یه جور دیگهم بگی ما متقابل به رست گفتم بگی سی با ای برابره درسته طبق خود فرض مسئله آبی با بی دی برابره و میتونستی بگی چی ای بی هم با چی برابر هست بی سی برابره اینجا هم میتونستی بگی زاد ز زاد یا با این بگی زاد ز زاد رو یا با این بگی بگی دو مسلس با همدیگر چی هستن؟ همنهشت هستن یعنی مسلس آی بی -E همنهشت است با مسلس بی دی خیلی خیلی خوب مسلس باش ریاضی را باید بنویسی انگشتات درد بگیره اونقدر کار کنی اونقدر ورق سیاه کنی حل کنی تا یاد بگیری این مطلب ادامه خواهد داشت خب در ادامه میریم این سوال را حل کنیم با توجه مطالب قبلی که من توضیح دادم باید بتونی این سوال را کامل حلش کنی من در مورد یک دایره مثال بزنم برات یه نشته ای را بگم باید بلد باشی اینجا مرکز دایره است میدونی فاصلش از همه این تا نقطه دایره رو میگن شعا همه فاصله ها یکسانه اینه باید بدونی این نقطه شو درست یکی این یه بحث این که از یه دایره از این قسمت به اون قسمت میتوان یه خط کشید اگر این خط از مرکز عبور نکرد بهش میگن وتر ولی اگر خطی از مرکز عبور کرد بهش میگن قطر درسته؟ خب الان نگاه کنم اینجا آبی و تره منظورش آبی را نصف می کند یعنی حواسم باشه که خوب یاد بگیرم اینها را سوال را می خونم ریاضی کار کردن سخت می خواد ریاضی قصه گفتن نیست ریاضی باید بنویسی دقت کنی با خودت حرف بزنی کار کنی تا یاد بگیری من برای اینکه یعنی آبی را نصف می کند اینجا من این را میفهمم که فرض مسئله را ما بنا شد بشناسیم حکم مسئله را هم بدونیم فرض مسئله اینه که خطی ای که از مرکز یعنی خط او OH عموده بر این وقتی که عمود هست و تا زاویه قائمه می سازد بس من میتونم بگم اسم اینه بذارم یک اینه بذارم دو میتونم بگم طبق فرض مسئله درسته زاویه اچیک با زاویه HH2 برابر است چرا؟ چون او اچ او اچ عمود بر آبی هست قشنگینه باید بفهمم درسته؟ دیگر فرض مسئله چی هست؟ من میدونم که او آ با او بی چرا؟ چون هر دو شعا هستن حالا شاید اینجا من یه ذره بد کشیدم اینم دارم او ای هم مساوی با او هست چون شعاع دایره هستند و شعاع هر دایره یکسانه حالا هر طرف میخواد خط را بکشید تو این ور اینور ور این ور هر چی میخواد باشه خب حکم مسئله به من چی میگه حکم میگوید که تو ثابت کن که این وتر آبی وتر گفتیم آ مساوی است با اچ درسته حکم میگه ثابت کن آه مساوی با اچ هست خب کافیس من ثابت کنم که دو مثلث او آ هم است با مثلث او ایچ. با مثلث او اچ بی خیلی ساده الان میدونم که زاو... الان اینجا دارم دیگه زاویه H1 با زاویه H2 برابره درسته او آ برابر با او بی خیلی ساده از طرف دیگه او اچ می نویسم مساوی با او اچ یعنی چی؟ یعنی زل مشترک دیگه در بس مشترک باشه برابر دیگه زل مشترک این دوتا مسلسه پس این مثلث به حالت دو زل زاویه با همدیگه چی میشن؟ هم نهشت میشن پس به راحتی نتیجه میگیرم که چه اتفاقی افتاده است در اینجا نتیجه میگیرم که آ هم مساوی با اچ هست که وتر یعنی نصف شده یعنی این خط اومده وتر آبی را نصف کرده بریم ببینیم حالا در سوال بعدی باید چه چیزی را بلد باشیم بریم بیایم یک سوال اینجا دادم گفتم ثابت کنید در هر مستطیل قطرها با هم برابرن میدونی که از یک رأس به رأس مقابلش متقابلش که خط بکشی در مستطیل یا مربع یا متوازی و ازلا قطر به دست میاد اینجا ما با مستطیلیم باید یک مستطیل بکشی اسمش بذاری سیدی مثلا قطرها را, را رسم کنی دو مثلث پیدا کنی که هر کدوم از قطرها یکی از هاش باشه بعد ثابت کنی که اون دوتا مثلث با هم هم نهشتن وقتی که ثابت کردی هم نهشتن میفهمی که در نتیجه بس قطرها که هر کدام زل یکی از مسلس ها هستن با هم برابرن بریم انجام بدیم ببینم تو چی کار کردی اگر تا اینجا تونستی انجام بدی و نگاه نکردی من چی میگم و خودت حل کردی باید دقت کنی بریم یک مستطیل بکشیم یک مستطیل میکشیم ما میدونیم مستطیل یک چهار زل است که زل هاش دو به دو با هم برابر هستن اسم این نقطه را میذارم A این گوشه را میذارم B اینه میذارم C اینه میذارم دی گفتم که قطرها را میکشیم من قطرها را با دو رنگ متفاوت میکشم مثلا قطر دیبی را میکشم درسته بعد میام قطر چی را میکشم قطر آسی را هم میکشم ببین اگر نگاه کنی آ بی سی درسته آ سی بی درسته خیلی خیلی ساده ها من میتونم اینجا که به راحتی اثبات کنم که BDC BDC ABC با هم چی هستن یعنی مثلث اگر ثابت کنم مثلث ABC میدونی دیگه یعنی این مثلث مسلس این مثلث مسلس همنهشت است با مثلث DBC خب من میخوام فرض مسئلم این چی بود که فرض مستطیل دارم حکم چیه باید این شکلی کشیدی بنویسی حکم مسئله میگه چی آسی مساوی است با بی دی درسته اون فرضش یک مستطیل دارم من باید ثابت کنم این دوتا مثلث هم نهشتن خب در مثلث مسلس... میدونی که در مستطیل زل های روبرو اگر رنگ عوض کنیم این زل با این زل برابره و این زل هم با این زل برابره پس میتونی در دوتا تا مثلث بگی که الان نگاه کن میتونی اینجا چی بگی بگی دی سی از این مثلث دی بی سی برابر است با آبی درسته خیلی خیلی ساده هست کاری نداره که بعد میتونی بگی دوباره چی بگی میتونی بگی که دی سی با آبی برابره بی سی هم با عادی برابره زیل های روبرو در مثلث با مستطیل با هم برابر هستن و میتونی بگی که وقتی که این مثلث میگم این زاویه هم با این زاویه برابره یعنی میتونی بگی زاویه دی مساوی است با زاویه بی پس نتیجه میگیری که در اینجا این دوتا مثلث با هم چی هستن؟ هم نهشت هستن وقتی که با هم دیگه هم نهشت هستن حالا علامت نتیجه را زدم بالا نتیجه میگیری با هم نهشتی اینها خیلی خیلی ساده به چه صورتی دو تا زل یه زاویه درسته دو تا زل و زاویه زاویه هم بینشون میفته با هم هم نهشتن به راحتی نتیجه میگیری که آسی هم مساوی با بیدی است همین سادگی دیدی که اصلا چیز سختی نبود باید دقت میشد و خوب میفهمیدی که چگونه مسئله را حل کنی موضوع بعدی که ما باید بریم سراغش تا اینجا تا درس سوم را گفتم و موضوع بعدی که باید سراغش بریم حل مسئله در هندسه است که درس چهارم را شامل می شود که مفصل باید در مورد اونم بحث کنیم بریم حالا خب بحث را ادامه میدیم برای اینکه بتونیم سوال حل کنیم از این به بعد در هندسه طبق فصل دوم میگه برای حل مسئله در هندسه این چهار گام را بردار یک دو سه چهار یعنی همون سرجات وایسادی چهار تا قدم بردار برو مسئله هندسه حل شد نه چهار گام حل کردن مسئله را بردار گام اول درک و فهم مسئله هست گام دوم رسم شکل حتما ما رسم شکل در هندسه را یاد بگیریم سالهای بعد انشالله میری دبیرستان در فیزیک رسمی شکل دستور کارت باشه که راحت بتونی حل کنی نوشتن فرض و حکم مسئله و در گام آخر هم راهبرد حل مسئله هست خب یه مسئله اینجا هست که از قبل خودت اینجا متوقف شده و اقدام به حل میکنی و بعد حلت با من چیکار میکنی مقایسه میکنی میگه نشان دهید هر نقطه روی عمود منصف قرار داشته باشد هر نقطه روی عمود منصف قرار داشته باشد از دو سر پار خط به یک اندازه است ما باید اول برای درک مسئله مفهوم عمود منصف را بدونیم باید بدونیم عمود منصف چیه عمود منصف خطی است که بر خط دیگر عمود می شود ببین اسمش با خودشه عمود می شود یعنی زاویه 90 با اون می سازه و آن خط را منصف یعنی اینجا منصف نیست عمود منصف منصف هم هست هم منصف هم منصفه میدونی چرا و آن را با انصاف خودش آن را نصف می کند درسته عمود منصف یا عمود نصف کننده بعد باید رسم شکل داشته باشی بیای یه خط بکشی آهان این الان حالا من طوری رسمش کنم که نصفش میکنم چهار مشکل نشم تا اینجا میکشم چهار تا خونه میام یه خط از این وسط میکشم این خط پایینی این بالایی عمود منصف اینه یعنی اینکه این خط پایینی را نصف کرده درسته؟ خب یعنی خط آبی از نقطه او یه عمود بهش کشیدم اینه نصف کرده اسمش میذارم اچ طبق این که میگی هر نقطه روی عمود اون از دو سر پاره خط به یک فاصله است حالا یعنی چی؟ یعنی این نقطه این دو آ و بی دو سر پاره خط هستن با توجه به صحبت سوال این را هم کامل میکنم یعنی میگه این فاصله با این فاصله برابر هست یعنی الان من چکار رسم شکل کردم حکم و فرض نوشتم فرض من چی هست اینجا فرض من این هست که او اچ عمود منصفه یعنی نصف کرده حکم من چیه حکم میگه او آ مساوی با او بی ثابت کنین را فاصله او تا آ یعنی او آ با او بی برابر هست یعنی میگه این را بیا چیکارش کن ثابتش کن برای اثباتش کافی است که من ثابت کنم دو مثلث آ و بی اچ او این دوتا تا مثلث با هم همنهشت هستند خب برای همنهشت ثابت کردن این چیکار میکنم میدونم که امود منصف یکیش اینی که AH با HP برابره درسته؟ امود منصف دیگه دارم این همه توضیح میدم خوب یاد بگیریم چون امود هست این زاویه ها رو اگر H1 و H2 بذارم میتونم بگم زاویه H1 مساوی با زاویه H2 هست چون هر دو 90 درجه هستن امود هست درسته؟ بعد یه چیز دیگه هم می نویسم اینجا میگم او اچ مساوی با او اچ یعنی چی؟ یعنی او اچ هم زل این مسلس هم زل اینی یعنی برابر هست جلوش می نویسم زل مشترک الان با شرط دو زل ز این دوتا مسلس با همدیگه چی هستن؟ یعنی مسلس آ اچ او هم نهشت است با مسلس بی اچ او بس نتیجه گیری می کنم که او مساوی با او بی می باشد به همین راحتی حل شد و فهمیدیم بریم باز مسئله حل کنیم خوب بفهمیم بریم دوباره خب رسیدیم به بحث آخر این فصل های متشابه دقت کن این نکات حتما باید بلد باشید و بدونید نکات دو شکلی که ازلا به یک نسبت تغییر میکنن نسبت نسبت یعنی تقسیم کردن خواهشن گوش بده بین چی میگم ببین الان مثلا میگن بین دو و چهار چه نسبتی هست میگی دو چهارم ساده میکنی میگی یک دوم نسبتشون یک به دویه این دو برابر اونه یا این یک دوم اونه به این میگن چی؟ نسبت نسبت از تقسیم کردنه اشکال های ریاضی سال های قبل اگر یه موقع بعضی جاها خوب گوش نکردی اینجا لنگ نزنه برات ولی زاویه ها تغییر نمی کند یعنی اگر دوتا مثلث مثلا اینجا این دوتا مسلس متشابهند هیچگاه این زاویه هاشون تغییری نمی کند. فقط ازلا با نسبت یکسان یعنی با همان نسبتی که این زل نسبت به این زل تغییر میکنه اینم با این اینم با این تغییر میکند این هست اصل تشابه ولی اینجاها رو خیلی دقت کنین نکات را بدونی یه تمرینم حل میکنم خوب یاد میگیری اینجا را و میفهمی که بعد با تمرین های زیاد باید بیای بهش کاملا مسلط بشی دو مربع این دو هست دو مربع دلخواه این رو قشنگ دقت کن ببین چی دارم میگم دو مربع دلخواه یعنی مربع میدونی هر مربع دو تا مربع همیشه با هم متشابه هن. دو مثلث متساوی الاضلاع مثلث متساوی الاضلاع میدونی که سه ضلعش با هم برابره به هر نسبتی که باشن با هم همیشه چی هستند دو مثلث متساوی الاضلاع همواره متشابه هستند دو مستطیل دلخواه همواره متشابه نیستن میتوانن باشن ممکنه یه موقع هاشون چون مستطیل از لا دو به دو با هم برابرن به یک نسبت تغییر نکنند. در مورد دو تا لوزی همواره متشابه نیستن ولی یعنی میتوانن باشن مستطیل هم میتواند باشد قشنگ به جملات و کلمات دقت کن چون ممکن است زاویه ها دو به دو با هم برابر نباشند. یادت باشه دو شکل هم نهشت هم نهشتی را دیدی ثابت می کردیم به حالت های همواره متشابه هستند نسبت تشابه در دو شکل هم نهشت یکه اینه خیلی دقت کن حالا بریم اینجا یه بحثی مطرح کنیم یه مسئله بیارم با این بحث تشابه را بهت بفهمونم و, و درس تمام بشه نسبت تشابه یعنی نسبت از لا متناظر دو شکل متشابه اینجا یه مسئله داده شده از گفته دو مثلث زیر متشابه هستند مقدار x و y را پیدا کنید ولی یه موقع حواست باشه برای متشابه بودن اینجوری روند نیست ولی باید مسئله ها و تمرین های کتابم حل کنی نمونه حل بشه تا بیشتر یاد بگیری اسم این مثلث را C یا ABC می نامم این را میذارم آپریم به پریم سپریم اگر در اینجا دقت کنی آب متناظر با آپریم ب پریم آسی متناظر با آپریم سپریمه و BC متناظر با به C سپریمه نسبت ازلاع متناظر دو شکل ببینید نسبت ازلاع یعنی چی یعنی اینکه تو بیای آپریم به پریم را تقسیم بر آبه کنی این میشه نسبت نسبت یعنی تقسیم کردن حواست باشه دارم چی میگم اینجا سریال نیست باید دقت کنی ببین آیا این یه نسبتی بین آپریم به پریم به آب برقراره آیا نسبتی که بین آپریم پریم نسبت به آسه برقراره یکیه بله نسبت تشابه در دو شکل متشابه ثابته یعنی همان نسبتی که آپریم به پریم بر روی آبی دارد همان نسبت را آپریم سپریم هم بر روی آسی دارد و همان نسبت را هم به پریم پریم روی بی سی دارد درسته من اگر اینجا دقت کنم میتوانم به خاطر اینکه زل ای خب اینجا به پریم سپریم و بی سی مشخص هست نسبت تشابه را به دست بیارم میان میگم به پریم سپریم بر روی بی سی یعنی ان پنج بر روی ده به پنج ساده میشن یعنی یک دوم یعنی نسبت تشابه ازلاع این دو مثلث یک دومه یعنی زیل های این مثلث نصف از لا این هست این نصف اینه به حتما چهار هم نصف اینه نصف ایکس که هشت هم نصف چهار ایگرک هست به راحتی مسئله حل می شود من اصول را جا انداختم با تمرین بیشتر باید مسلط بشید خب من میام میگم نسبت تشابه حالا میان میگم آپریم بپریم زل متناظر بر روی آبی این هم باید برابر با یک دوم باشد آپریم بپریم را در سوال به من داده این شکلها را داده است یعنی میگی چهار بر روی ایکس منهای یک به جای آبی میذاری ایکس منهای یک مساویس با یک دوم دیگه باید بلد باشی اینها را سال نهم هستی از سال گذشته شما طرف این وسط این اینا رو خوندی بلدی چیز سختی نیستش باید به راحتی بتونی درسته این را به دست بیاری یه این ضربه در این میکنی این ضربه من های یک ضربه در یک میشه همون x من یک مساوی است با دو ضربه در چهار میشه هشت یک میره اون بر علامتش عوض میشه میشود هشت به علاوه یک بهش میگن نه یعنی x آ... به دست آوردین نو آبی برابر با چی هست؟ آبی برابر با x منهای یک. یعنی اندازه زل آبی مساویس با نوه منهای یک مساوی با هشت هست خب چهار خب خیلی ساده یه نفر زرنگ بود اینجا میفهمید این برابر با هشت x منهای یک خب ولی من نسبت تشابه را خواستم بگم خیلی خوب یاد بگیری و بفهمی و من میدونم که هش بر روی چهار ایگرک هم اینجا را پاک میکنم اینجا مینویسم حواست باشه فیلم میتونی برگردی عقب ببینی هش بر روی چهار ایگرک هم یک دومه دوباره یک طرف این وسط این بنداز دو ضربه در هش مساویس به چهار ایگرک ضربه در یک بگو چهار ضربه در ایگرک مساوی با 16 طرفین بر چهار تقسیم کنی اینم میشود ایگرگ هم به دست میاد چهار این زل چهار ایگرگ هست این زل هم شونزده است وقتی که این زل نصف اینه این زل هم نصف اینه این نسبت تشابه یه مقدار ثابت در دو شکل متشابه هست ولی گفتیم حتما بدون دو شکل زمانی متشابه هستند که زاویه هاشون هیچ وقت سپریم همواره برابر با سیه به و به پریم برابرن آب و آپریم هم برابر هستند. اگر یکی از این زاویه ها با اون برابر نباشه دیگه در بین دو شکل تشابهی وجود نخواهد داشت این هم به صورت جمع جور و مفصل مطالب اصلی و اصیل فست سوم هندسه و تمام شد و خدا نگهدار خواستم خوب بفهمید